علی در عرش بالا بینظیر است علی بر عالم و آدم امیر است به عشق نام مولایم نوشتم چه ایدی بهتر از عید قدیر است برام نامی حی صبحان پروردگار جان و جهان سلام بر قدیر و سلام بر بهترین عید عالم و سلام بر اوج خوبی ها و نقطه کمال همه رسالت ها عید قدیر عید اکمال دین و حق و یقین بر همه شما عزیزان مبارک باد عرض سلام و احترام خدمت همه شما بیرنده های عزیز شما هموطنان خوب و گلم امیدوار هستم که روز خوب و خوش داشته باشین در روز عید قدیر و بهترین ها را برای همه شما عزیزان آرزو من هستم و میفهم که شما عزیزان در روز عید را روز بهترین برای خودتان قرار میتین روزی که بهانه ای میشه برایتان که کدورت ها کینه ها را از دل و قلبتان پاک کنین و با یک دل قلب و پاک و یک لبخند شیرین به اعضای خانواده خودتان و فامیل و دوستانتان روز عید را جشن میگیرین ما هم با شما عزیزان هستیم در روز عید قدیر و یک بار دیگه تبریک میگم به همه شما عزیزان و امیدوار هستم که تا آخرین لحظات با ما باشین و برنامه روشنا را با ویژه برنامه به نام پیام قدیر تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم همراه ما باشین ما تنها نیستیم و خانم حسینی هم با ما در استودیو هستن و سلام علیکم میکنیم خدمتشان و تبریکی عید قدیر رو هم برایشان تقدیم میکنیم سلام خانم حسینی و تبریک باشم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز این عید بزرگ را خدمت همه ایشان تبریک میکنم و امیدوار هستیم که با استعانت از امیر المؤمنین علیه السلام بتونیم یک زندگی با صفا خوب و سعادتمندی را پیش رو داشته باشیم خب بسیار تشکر خانم حسینی لطف کردین بله به راستی که قدیر یک تاریخ است تاریخی که ابتدایش مدینه میانش کربلا و انتهایش ظهور است و این عید قدیر ایده بزرگ را یک دفعه دیگه به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوار هستیم که اگر ما در روز عید قدیر در سال دهم هجری نبودیم ولی امروز با فرزند برومندش حضرت صاحب زمان بیعت میکنیم و پیمان بندیم که تا آخرین لحظات زندگی ما همراهش هستیم و از خدای بزرگم خواهیم که به ما قدر قدرت و ایمان عطا کنه که بتانیم تا آخرین لحظات زندگی خود ما را این پیمان و این عهد و بیعت ما را حفظ کنیم خب از دل دل همراه ما باشین در برنامه روشنا و کارشناسی خانم حسینی عزیز که میخوایم که در رابطه با پیام قدیر صحبت با شما داشته باشیم خب خانم حسینی حالا میخوایم که در رابطه با قدیر صحبت کنیم و ای که چرا عید قدیر و قدیر خم اهمیت داره برای ما قدیر یک حادثه نیست در واقع در روز عید قدیر برای ما یک خط مشی ترسیم میشه یعنی جایگاه ولایت در حاکمیت اسلامی مطرح میشه و این خب قضیه مهمی است که ما باید بهش توجه بکنیم یک تفکر قدیر یک تفکر است که امتداد در واقع امتداد نبوت رو در مقام میاره یعنی در واقع تداوم حرکت نبوت به امامت میرسه در قالب امامت در قالب امامت دوست. یعنی کاتکمینی رسالت پیامبر پس با این اوصاف اگر نگاه بکنیم میبینیم که قدیر یک تلاقی هست بین نبوت و امامت پیوندی بین نبوت و, و امامت بله. خب وقتی این پیوند ایجاد میشه فلسفهش چی میشه اینکه جامعه وقتی که پیوند بین نبوت و امامت ایجاد میشه جامعه سعی میکنه که مثلا به سوی سعادت و هدایت پیش بره خب با این دیدگاه ما نتیجه میگیریم که در قدیر اتفاق افتاده یک مم. چیز ایجاد شده که اون رسالت پیامبر برای اینکه که پیوند بخوره به امامت میبینیم که این مطرح میشه و ما در اینجا بعد از این قضیه است که فرقه های مختلفی رو مشاهده میکنیم چون ختمش مشخص میشه درسته نوع حکومت مشخص میشه بله کسی که سرپرست مردم باشه مشخص میشه یعنی اون بله م? اینا همه در قدیر مشخص میشه یعنی وقتی که خداوند ماموریت دادن به پیامبر گفتن دو تا مسله رو دو تا مسئله مهمی رو اینجا پیگه. یکی مسئله حج بود بلو. که مسلمان شرکت کردن در حج و مسئله دیگه ای که خیلی مهم بود این که ولایت دوازده امام رو اینجا اعلام کردن یعنی پیامبر در سال دهم هجری وقتی رسیدن در یک منطقه به نام قدیر اون منطقه بود که راه های مختلف به جاهای مختلفی داشت درستان. کسایی که پیش رفته بودن گفتن بگین برگردن. برگردن. کسایی که مانده بودن گفتن سب بکنی اونا برسن در یک هوای گرم در یک جایی که راه ها جدا میشه راه های سرزمین های مختلف جدا میشه حالا این پیامی عظیمی است که اینجا پیامبر میخواه اعلام بکنن پیامبر تشریف میبرن در یک نقطه بلنده میگن من برای شما چگونه پیامبر بودم همه تصدیق میکنن که شما پیامبر بودین که رسالتتون انجام دادین هدایت کردین جامعه خب میگه من. من من اونجا بود البته بعد از اینکه تصدیق میگنن از مردم که من وظیفه خودم خوب انجام دادم رسالت من دادم، رو انجام دادم همه مردم اینو تصدیق میکنه دست امیر میگیره بالا میگه هر کس که من ولی او هستم این علی هم ولی اوست من کنتو مولا فبازا بله. علی مولا چرا؟ چون این یک اتفاق خیلی کوچیکی نیست یک حادثه نیست یک نقشه است یک برنامه است برای آینده دقیقا برنامه اینجا اعلام میفرمین پیامبر که حضرت علی چیه جانشین منن وسی منن کسی است که بعد از من ولایت داری حاکمیت اسلامی میشه <تصفح> حاکم مسلمانان هست اعلام میکنن حضرت هم و مسئله دومی که خیلی قضیه مهمیه که از مردم بیعت میگیره حالا بیعت اون نمیتونستن اون انبوه جمعیت بین با پیامبر بیعت بکنه بس. چه کار میکنن؟ تکرار میکنه یک سری کلمات را تکرار میکنن که ایشون تصدیق میکنن که این مثلا بعد از من امیرالمومنین جانشین و شما هم با امیرالمومنین همراه باشی چرا چون میگه اگر از امیرالمومنین رو برگردانی شما دچار زلالت و گمراهی میشید پس این قضیه مهمیه این قدیر در واقع ولایت رو در حاکمیت اسلامی مطرح میکنه که این قضیه خیلی مهمه مم. برای جامعه اسلامی و نشان دهنده است که ایده قدیر چقدر میتونه اهمیت داشته باشه بله دیگه چون که بعد از اینکه پیامبر نگران بودن خب مم. نگران بودن بعد از خودشون که در این جامعه اسلامی که ایجاد شده بود با سختی های زیاد با مشکلات فراوان بر سر این جامعه اسلامی چی می و از طرف دیگه خب ما می که انتخاب جانشین یک امر ضروری است برای یک جامعه, جامعه. اصلا کلا برای یک جامعه رهبری برای یک جامعه امر ضروری است بله. خب پس چون امری ضروری فعل حکیمانه است از طرف دیگه اگر پیامبر برای خودش جانشین انتخاب نمی کرد فعل می شود غیر حکیمانه دقیقا بله و از خدا و پیامبرش مم. فعل غیر حکیمانه محاله که سر بزنه مم. اصلا حکمت اینه که مثلا برای خودشان جانشین تعیین بکنه جانشینم جانشینم، هم بخ... امیرالمومنین وقتی به عنوان جانشین انتخاب میکنه نه اینکه ف... فامیلشه نه اینکه از قبیلشه به خاطر این که, که افضل تر از امیر کسی دیگه این نیست بله دیگه شایسته تر از عزت علی بله. کسی, نبوده. کسی نبود کسی نبود ایشون هم امیر رو اونجا به عنوان وسیع و جان خودشینش خودشون معرفی میکنه پس قدیر برای ما یه ختمشه دقیقا پس میتونی بتونم بگویم خانم حسینی که روز عید قدیر صرف فقط روز انتخاب نبوده روز بوده که حقیقت عدالت در او جان گرفتم یعنی عدالت حقیقت و عبودیت بله جان گرفت چرا چون پیامبر بزرگ حضرت علی که شایسته ترین فرد بود به جانشینی خودش انتخاب کرد بله اونم حضرت علی و مولا علی که تا آخرین لحظات عمر و زندگی خودش را همیشه با عدالت زندگی کرد با حق و عدالت و زهد و تقوا خب خانم ما بریم یک میان برنامه ببینیم و همراه عزیزان بیننده یک فقفه و یک میان برنامه را میبینیم و بعد از او دوباره برمیگردیم و همراه ما باشیم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأئمة المعصومين عليهم السلام شکر و سپاس خداوندی را که چشم بندگان رستگار خیش را به نور ولایت اهل بیت اسمت و تهارت روشنا بخشید و روز واقعی پرشکوه غدیر خم را عید مؤمنان قرار داد فرا رسیدن عید سعید غدیر خم عید تکمیل دین مبین اسلام عید اعطای بهجت و سکینه الهی به دلهای مؤمنان ولایت مدار و عید تابش نور ولایت بر دلهای پا بر رهروان ایمان و حق جویی خجسته ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام درخت توباست که ریشه در بوستان وحی دارد و شاخ و برگش در دل حق جویان گسترده است ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام حسن حسین و دژ استواری است که پناه برندگان سیلا به آن از سیلاب حوادث و گمراهی در امانند ندیر ریشه تمام فضیلت ها, ها، ارزشها و به تکامل رسیدن هاست غدیر سرچشمه همیشه جوشان ولایت است که از سینه تفتیده خم به جام محبت دوستداران پیغمبر و خاندانش جاری است غدیر تداوم رسالت محمد در ولایت علی است غدیر دریایی از باور و وسیرت در کویر حیرت و حامون زلانت است تا کام جانها از آن سیراب شود زمین ظلمانی بود ماه و خورشید بر فراز منبری استادند و ستارگان را فرا خواندند تا بر تاریخ نورافشانی کنند و قصه ولایت را بازگو نمایند بر فراز منبری از نور دستان علی در دستان مبارک پیغمبر بالا رفت و ندای آسمانی رسول مهربانی ها بلند شد من کنت مولا فهاضا علی مولا هن ای مردمان بدانید هر کس که من مولای اویم این علی مولای اوست اید غدیر روز شکر گذاری از اتمام ولایت و اکمال دین است به شکرانه این عید بر پیام بر خدا و اهل بیت طاهرینش درود می فرستی. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجه تشکر از حضور گرم همه شما عزیزان همیشه همراه با برنامه روشنا و موضوع پیام قدیر با ما همراه هستین همیال نمبر واتساپی رو برایتان میگم میتونین با ما در ارتباط باشین حال سوال پیشنهاد، انتقاد و اگر پیام های تبریکی دارین ما پذیرا هستیم مثبت 964 780 255 ال همکنون میتونید با ما در ارتباط باشین و بسیار خوش میشیم از ارتباط شما از پیامی که برای ما ارسال میکنین و اما پیام قدیر و صحبتهایی که خانم حسینی عزیز با شما عزیزان داشتن و اهمیت قدیر را بیان کردن و حالا ببینیم که اهمیت قدیر چیست و چه پیامهایی برای ما و شما داره از خانم حسینی را سوال میکنیم و ای که اهمیت قدیر چی میتونه باشه ببینیم قدیر بر اساس یک سری اهدافی طراحی شد بدون هدف که نبود یک جامعه اسلامی که سالها زحمت کشیده شده یک مردمی که سالها رو اینو کار شده پیامبر عمر خودش برای هدایت مردم قرار داده حالا بیای این رها بکنه یک چیز غیر منطقی هست. خب یک اهدافی در این اتفاقی که افتاده در این مسئله قدیر پشت قضیه بوده اولین هدفی که پشت قضیه بوده تعیین جانشین برای پیامبر بوده یک پیامبر آمده سالها زحمت کشیده مردم هدایت کرده نمیتونه کارش کامل نکنه طبق اون آیهی که میگه علیه اکمل تو لکم دینکم و تو علیکم نعمتی دیگه کامل کن دینتو به مرد ابلاغ کن خب این دینشو کامل برا... چطوری دینی کامل بکنن این که برای خودش جانشین قرار بده مردم راهشون گم نکنن بله خب این مهمترین قرض و هدف اصلی قدیر بوده مهم. که تعیین جانشین شما ببینید در یک خانواده پدر مادر یک خانواده میخواد بره مسافرت آیا یک خانواده چند بچه داره رها میکنه نه نه حتما اون رو به م... یک کسی آفره. دیگه آفرین. پدر مادر یک نفر که شایسته و لایختر است و چایش است او رو به اونها مسئول اونجا قرار میده و خوب میرن میگن که هر کدوم تو کاری داشتین مشکلی داشتین به این مسئول خانه مراجعه بکنه حالا یک جامعه اسلامی و این همه جمعیت رو پیامبر رها میکنه مسلم است که نه, نه. معتقش اقلانیش که رها نمیکنه و باید برای اینا کسی رو قرار بده به عنوان جانشین که مردم در موزلات مشکلات مسائلشون به اون ولی مراجعه بکنه و حل بکنه مش... مشکلاتش راهشون گم نکنه حتی در اموری که انسان ها نیاز داره امور زندگی خودش که نمیدونه چیکار بکنه هلی. باید کسی باشه که بهش راه پس این تعیین جانشین خودش مهمتر هدف قدیر بوده مسئله بعدی که خیلی مهمه ضرورت رهبری در جامعه اسلامی بله. جامعه اسلامی نمیتونه بدون ولی بدون حاکم بدون رهبر باشه مم. راه خودش گم میکنه بخاطر خاطر که مسیر عبودیت را مسیر را تایی در مسائل حتی در مسائل مشکلات روزمره زندگیشان میکن. بله. یک کسی باشه که راه را به اینا نشان بده یک پناهگاه برای مردم باشه که مراجعه بکنیم و همینطور که ما در سیره پیامبر و همه امامان میبینیم که اینا در واقع معمن و پناهگاه مردم بودن در همه مشکلات بله حتی بله. حت مشکلات اقتصادیشون بله م... یک کسی رو... مشکل اقتصادی داشته به امام خودش مراجعه میکرده به پیامبر مراجعه میکرده اگر مشکلات خانوادگی داشتن یعنی در واقع یک پناهگاهی باید باشه بله. برای جمعه همون صحبت است که پیامبر ما گفتن که ما دو چیز گرانبها ها را در نزد شما به امانت میسپاریم که اگر به او چنگ بزنین هیچگاه گمراه نمیشین و همیشه زندگیتان پر از موفقیت و خوشبختی خواهد بود دو چیز گرانبه های ما چی هست دیگه؟ قرآن و اهل بیت و نکته جالب شده یکی ام. دوتا با هم. بله میگه اگر یکی از اینا رو بگیریم و یکی رها بکنی باز نمیشه باید دوتای اینا با هم باشه ام. که بتونیم به او سعادت برسیم به دوتای این با هم چنگ بزنیم بله مسئله بعدی خب سرپرستی یک جامعه خیلی مهمه چرا خانواده رو شما در حالا ما در چی کجاست؟ بله. قابل مقایسه نیست ولی برای تفیم تفهیم بشه من مجبور هستم نه بسیار قسم بله پدر خانواده که سرپرست خانواده است این تعیین کننده مسیر خانواده است دیگه درست بله مسائل اخلاقیشون مسائل اقتصادی مسائل فرهنگی مسائل مذهبی هر رو در نظر بگیریم در واقع تعیین کننده ولی خانواده است درسته بله. خب ولی یک جامعه اگر معصوم باشه خب معصوم کسی است که گناه نمیکنه اصلا جامعه بشری رو به سوی هدف که او هدف خدا و از خلقت انسان بوده کمال میرسانه خب این ولی معصوم با ولی با حاکمان دیگه خیلی متفاوته وقتی سرپرست صالح باشه مم. ولی صالح باشه کارگزارانی که داره اینا همه میشه چی صالح صالح میشه مم. وقتی کارگزاران ولی ساله، حاکم صالح کارگزاران صالح جامعه چی میشه صالح میشه صالح میشه بله. مردم امنیت دارن امنیت بله. روانی دارن امنیت اجتماعی دارن بله. امنیت اقتصادی دارن هر چیزی که در نظر خب اونجا آمدن یک ولی صالح رو به ما معرفی کردن درسته الگو دادن در واقع بله. به ما که یک حکومت عدالت یک حکومت مردمداری یک حکومتی بله. که در او زهد و تقوا و عبودیت همیشه جریان داشت بله وقتی عبودیت باشه میشه فسادهای اخلاقی کم میشه انحرافات فکری کم میشه معضلات اجتماعی امه. فسادهایی که در جامعه هست اینو کاهش پیدا میکنه بله مشکلات اقتصادی کم میشه همه اینو خب چون ب... ادالت وجود داره بله، ولی بله، ولی بله، معصوم خودش گناه نمیکنه خودش طمع نداره شما اگر ببینید خیلی از حاکمان مشکلات که در کشورها ایجاد میشه به خاطر که حاکمان فاسد داره و چقدر روی این تاکید میشه که حاکمانتون حاکمان فاسدی نباشن؟ بله چون منابع درآمدی کشور کلا بین خودش و مثلا اقوام و طرفداران خودش چی میشه تقسیم, تقسیم میشه و مردم رو در این عدالت که شما فرمودید مردم شامل مردم نمیشه خب ده. خب این مشکلات جامعه افزایش پیدا میکنه وقتی که به این شکل ولی وقتی که ولی معصوم باشه ما داریم دیگه مثلا در حکومت امام علی از بیت المال به نزدیکای خودشون نمیدادن یا اگر میدادن به مقداری که به بقیه مردم میدادن برای بله. خودشون استفاده نمیکردن بله, بله خب این ولی مسوم چقدر در جامعه تاثیر گذاره مردم عدالت بین مردم برقرار میشه و همین چیزی که شما اول فرمودین یه از امام علی شروع میشه و امتداد پیدا میکنه تا کجا تا ظهور آقا و ظهور خود آقا امام مهدی علیه السلام هم در واقع یک نوع حکومت امام علی رو حالا با یک سری تفاوت هایی که بله. در شرایط خودش هست ام. همون رو دیدم گفتیم قدیر یک تاریخ هست که اولش بله. مدینه میانش بله. کربلا و انتهایش ظهور است انشالله که شاهد ظهور حضرت امام شاست. زمان ما باشیم بله. شاست. مسئله بعدی هدف بعدی که بود تشکیل جامعه اسلامی همسو و همدل یعنی اگر ما پیام آدم هایی که اونجا بودن و بیعت کردند، پیام قدیر رو درک میکردن دیگه این فرقه های مختلفی که بعد از پیامبر ایجاد شد ایجاد نمیشد نمیشه. پیامبر از اختلافات بعد از خودشان با خبر بودن بله بله می می که مشرکان سو استفاده میکنن اصلا مشرکان نه خود همین مسلمان ها این ای شکاف ایجاد میشه داخل این مسلمان‌ها مسلمان ها و از این نگران بودن پیامبر میگفتن برای اینکه مثلا شما به سعادت برسید باید بریم به علی پناه ببریم خب این خودش باعث میشد که این ولی وسیر رو معرف کردن که این همه شما چند بزنین به این علی آه. و این درست تفهیم نشد بین مردم این درک ایجاد نشد که چرا پیامبر همچین سفارش کردن و جانشین برای خودش رو انتخاب کردن مسئله بعدی معیوس کردن مشرکان در صدر این بودن که بعد از رحلت پیامبر ضربه بزنن دلشان پر بود بله. میخواستن به هر طریقه شده بین مسلمانان شکاف ایجاد بکنه یا حضورشون تمرنگ بکنه به تفرقه ایجاد بکنه این در صدر این بود میگفتن خب بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رحلت کردن ما میتونیم این کارو بکنیم ولی با تعیین جا نیشین در واقع چیکار کردن اونا رو مایوس کردن, کردن. گفتن که یعنی تدبیرانه است این عقلانی این مم. کاری که انجام شده به خاطر همین ما میبینیم که قدیر ما خیلی راحت نمیتونیم بگیم که یک حادثه بود بس کنمش خیلی راحت رد شدیم بله. مسئله بعدی که بوده که کیف... اهمیت دادن به کیفیت مدیریت شد جامعه یک جامعه باید مدیرانی با کفایت داشته باشه بله یعنی پیامبر با انتخاب شخصیتی چون حضرت علی و مولا علی به ما نشان داد که باید یک جامعه مدیر صحیح داشته باشه مدیر صحیح که داشته که باید باشن. مدیریت شود خب وقت مدیر صحیح صحیح باشه طبیعتا کسایی هم که انتخاب میکنه ها دیگه ما در... هم در سلامت روحی روانی جسمی همه چی درست ما مثلا مکررا در نجل نامه که مهم. امام علی به م... کسایی که در مناطق مختلف مسئولیت داشتن میفرستادن که بر حذر باشین به ترسید از اینکه خدا بله بله. و امانتدار دار باشین اینا مثلا این چیزایی که به شما سپرده شدن این مسئولیت هایی که داده شده این ای امانت خیانت نکنین در امانت این خب این چی کیفیت مدیریت ب... یعنی در واقع پیامبر به ما میگن که شما در هر کاری وقتی میخواین یک کسی رو به عنوان مسئول انتخاب بکنین باید به کیفیت کیفیتش توجه بکنین درسته و اینکه آدم اصلح رو بیارین در بله, بله در انتخاب جانشین خودشان بسیار دقت کردن بله. و جانشینی رو انتخاب کردن که خب اما قسم که گفتیم شایسته تر از او وجود, وجود نداشت, نداشت. بله. و تا آخرین لحظات عمر خودشان رو هم با صداقت بله. با عدالت با یک حکومتی که در او همیشه قانون مردمداری بوده بله. زهد و تقوا بوده عبودیت بوده و همین گونه پیش رفتن خانم حسینی ما باز هم میان برنامه داریم تقدیم عزیزان بیننده میکنیم و بعد از او باز هم همچنان با ما باشیم جبریل گفتا بر نبی بر امر یک تاجیل کن خم را به صفام بار دیگر تبدیل کن خیز و وسیع خیش را بر مومنان تعیین کن من ما تام لازه در کار یک تاجیل کن با جانشینی علی اسلام را кӯро барои اри دиن шмا оврда اст шд аз ҷаҳозе هшкрон бар подарандам менбарем бгреф баر мнбар مакон бо он яд پیغان برین وانگام کمر علی سلطان دین پرور گرفت بر دست روی خشتان دست خدا را بر گرفت لب را گشود و رشته گفتار خود سر گرفت آتش با جان دشمن اسلام و پیغمبر گرفت این گفته پیغمبر و دستور رو افزایی وست از باریان که پیرو احکام بیمتایی وست آن را که من مولا استم بیشک علی مولایی وست بر دین پرواری از بعد من مواییم اوس دستور من دستوری و مزای من مزای است ک از مقدم خود در جهان زیبو صفا <متصفيق> آورده است ای آشقان ای آشقان من والهوو شهیداستهم خاک قدوم خسرو دنیاو مافی استم مدای شای لافتم آن والی والاستم مستم من از حب علی بل جمله لاستم از هستی و استم ولی در این لاستم چون بلبل شیرین زبان اق اق زنان گویاستم چون حق و را از بار ما مشکل گشا آورده است از خدا و مصطفی در معرفت بیگانه نیست هر کی گردی داشنایت یا امیر المومنین تشکر و سپاسگزار هستیم از حضور گرم همیشگی شما عزیزان بیننده شما با برنامه روشنا و موضوع پیام قدیر در روز عید قدیر با ما همراه هستیم یک دفعه دیگه به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امام رضا علیه السلام روز عید قدیر روز یوم تودد نامید یعنی روز مهرورزیدن پس بیایم روز عید قدیر رو بهانه قرار بتیم برای شروع مهرورزیدن به فرزند، به همسر، به خانواده، به فامیل، دوست، اقوام، به سالمندان، به ضعیفان، مستمندان. و چقدر خوب است که اگر با افرادی که تا با حال قط سله رحم داشتیم، کی نداشتیم کدورت داشتیم، امروز را بیاییم بهانه قرار بتیم که تمام کینه ها و کدورت ها را از ذهن و قلب و دل خود ما پاک کنیم. و بریم و سله رحم کنیم دید و بازدید کنیم روز مهر ورزیدن هست روز عید قدیر پس بیایم مهر بورزیم به همه و این روز را جشن بگیریم و شکرگزار خداوند باشیم که همچه یک روز با را در اختیار ما قرار دادم خب در ادامه صحبت و اهداف قدیر خم و پیامی که عید قدیر خم برای ما و شما داره خب خانم حسینی مشنویم سایر اهدافی که ایده قدیر برای ما داره را شما بیان کنیم و انشالله بریم ببینیم که چه پیام هایی هم برای ما داره اسلام به دنبال یک جامعه توحیدی است خب این جامعه توحیدی و جامعه آرمانی کی به دست زمانی که مدیران و کسانی که در رس خودشون آدم های توحید محور و خدا محور باشد بله پس این قضیه مهمی است که یکی از اهداف قدیرم هم همین قضیه است دخالت دادن مردم در حکومت بله. یعنی در جامعه اسلامی مردم دخیلن آه. حتی دار. اونجا که امام علی رو معرفی کردن به, به عنوان وسیع و جانشین از مردم اول سوال کردن شما از من راضی هستی ام. من به شما خبر بدم شما قبول میکنم گفتم بله گفتم خب علی میتونه این جامعه رو به سوی هدایت از گمراهی ها به سوی زلالت و گمراهی ها به سوی هدایت ببره پس بیعت کنین با این میتونین بیعت نکنن ولی بیعت کردن با امیر یعنی دخالت مردم در حکومت درست. این قضیه مهم است که در ح... یکی از چیزهای مهم دیگه که در قدیر و یکی از اهداف مهم دیگه حضور دین در متن جامعه است در خیلی از جوامع میبینیم میگه دین جدا سیاست بله جدا دین یک چیز مذهبی است اعمال رو در یک ساعت خاصی یا در روز خاصی یا در یک یعنی مراسم خاص انجام بده دیگه این دیگه کار به جامعه نداره بله. ولی اینجا آمد این رو نفی کرد پیامبر با این کارش یعنی که دین در لحظه لحظه زندگی ما بله. حضور داره دین از سیاست جدا جدا... اصلا لحظه لحظه زندگی ما بلاساس دین باید بله. ترسیم بشه این مهمه جامعیتی این خود این قدیر مظهر جامعیت در اسلام بود چرا؟ چون که پیامبر خداوند امر کردن که شما کامل کنید دوره نیمه رها نکن خب این دین جامعه است بله. که جامعه را بدون رهبر بدون ولی بدون سرپرست رها نمیکنه درسته بله این قضیه دیگه یک دیگر از اهداف قدیر بوده در واقع تو نیست که ما رو رها بکنند در همون زمان آینده رو هم ترسیم کرده گفته این نقشه راه با استعانت از امامان میتونین به این آخرش به این بله. نتیجه شما دست پیدا بکنید اگر پیروی نکنین از ما به این نتیجه نمیرسید خب این قضیه مهمه و مسئله ای که خیلی مهمه ما در جوامع اسلامی باید یک الگوی حکومتداری داشته باشیم این الگوی حکومتداری بر اساس چی باید رقم بخوره باید یک الگویی باشه که از اون الگو پیروی بکنن بله مگه میشه یک جامعه اسلامی الگو نداشته باشه بعد بگیم این کار, ای کار انجام بده نمیشه خب باید یک الگوی عینی وجود داشته باشه اون الگوی عینی کیه حکومت امام علی حکومت علوی حکومت علوی حکومت علوی در واقع برای بقیه جامعه اسلامی الگوست چرا چون فلسفه و حکومت امام علی بر چندین محور مید. عدالت در جامعه علوی میگه جامعه اسلامی باید این اصل رو برای خودشون در نظر بگیرن عدالت. درسته. اصلاح جامعه هدف ولی جانشین حاکم این باشه که جامعه رو هدایت بکنه، اصلاح بکنه. امه. خب این از کجا میاد؟ از, ج... از حکومت علوی ما باید الگو بگیریم بله. بگیر. امنیت برای جامعه برای مردمش ایجاد بکنه برای مستمندان امنیت ایجاد بکنه این در کجا بوده؟ در حکومت علوی راه و روش داده به ما امام علی علیه السلام در حکومت خودشون کارهای مختلف انجام داد اهداف احتف... مختلفی داشت یکی اصل انتخاب بود امام علی کسانی را به مناسب انتخاب کردند که اینا شایسته بود نه بر اساس روابط و روابط فامیلی دوستی آدیان. نمیدانم هرچی یا کس... حتی کسایی که مثلا در جنگ های زیاد شرکت کرده نه. باشه یا سبقت خیلی چیز دیگی داشته باشه که به اونا فخر بشه نه هر کسی که شایسته بود عمل سال هنجاب داده بود نه. و کارایی داشت ببین اینم خیلی مومن. خیلی از آدم ها مومن هست ولی کارایی نداره کارا. انتخابش شایسته رو خیلی نه. امام علی بله. مدینه یعنی خب... از همه ابعاد بررسی کردن و انتخاب کردن برای بله چون او در رأس یک عده از آدم هست اه. که مسئولیت اون آدم ها رو داره و او اگر شایسته نباشه او کسانی که زیر دست هستن بله. اونها نمیتوانند به او هدف اصلی اه. که رستگاری جامعه باشه دست پیدا میکنند دوم اخلاق مداریست یعنی حاکم اسلامی باید اخلاق مدار باشه بلده. با مردم مهربان باشه حالا دیگه به داستان های مشکل... از آه. عزت علی و زندگی این بزرگوارا همه شنیدن بله با مردم مهربان مشکلات با همسر قسم بودن با فرزند چه قسم بودن کلا بله. با... تمامی اخلاقیاتی خوب رو باید مثلا این ولی تا دیگه توان داره خب بالاخره مراتب باز فرق میکنه آدم ها اینو انجام میده یکی دیگه از چیزایی که در حکومت امام علی خیلی مسئله مهم بود مشورت بود خود رای نبودن با وجودی که افضل تر از امیر المومنین ما نداریم بازم بازم با سعی میکردم مشورت میکردن با, با افرادی که در اون کار بله. تخصص داره و زبده است با اونو مشورت بکنیم نظارت و کنترل دائمی ببینید یک کار اگر میخوایم یک کار خوب انجام بشه یک نتیجه خوب داشته باشه باید روی او کنترل و نظارت دائمی باشه نه که یک بار نظارت بکنه باز رها بکنه اه. این کار امام علی از نامه هایی که به کسایی که در جاهای مختلف منصب دار بودن از نامه هایی که میدادن و بازخواست میکردن از اینا مشخصه که ایشون کنترل و نظارت دائمی روی کسایی که حتی انتخاب کرده خودشان میدانن شایسته است انتخاب کرده من بودم که یک مشکلی از اینا سر بزنم من بودم کاری مثلا از اینا سر بزنم تقسیم کار تقسیم کاری که چقدر امروزه در جامعه و خانواده تاکید شده بله تقسیم کار میکردن برای هر کس کار متناسب با استعداد و توانایی بله کار متناسب با استعداد توانش واگذار میکردن پاداش و تنبیه هم داشتن مم. کسایی که کار شایسته انجام میدادن کار خوب انجام میدادن اینا رو پاداش میدادن و کسایی که تختی میکردن درست است خانم حسینی وقت برنامه ما خلا شده هرچند که میفهم هنوز هم باقی هست اهداف قدیر و پیام هایی که قدیر خون برای ما دارن ولی خب وقت ما بسیار محدود بود یک جمله بله ببینیم نتیجه اخلاقیات و فضیلت های اخلاقی کمالات و مزایای امام علی علیه السلام قدیر رو رقم زد نه قدیر امیر دو تا قضیه خیلی فرق چه کنیم. نکته مهمی آره قدیر و فضایل امام علی رقم, رقم زد, زد. بله چرا چون که جامعه تر و فاضل تر از امیر المومنین تر از امیر المومنین کسی نبود که به جانشینی پیامبر انتخاب بشه بسیار عالی تشکر میکنیم خانم سینی زنده باشین همیشه موفق باشین و همه شما عزیزان بیننده که ما را همراهی کردین سپاسگزار هستیم یک بار دیگه میگیم که درود بر مولای من امیر علی علیه السلام چرا که پیامبر فرمودن من کنت مولا فهازا علی یان مولا سپاسگزار هستیم از زور گرمتون و خدافزی میکنیم با همه شما عزیزان خدا نگهدارتون اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه